دوستان گران قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز می خواهیم در برنامه کویک بوکس، البته کویک بوکس انترپرایز سلوشن 2021 ورژن ترایل، روی کماند ترانسفر انوینتوری صحبت کنم. یک تعداد دوستا از طریق واتس اپ و همچنان از طریق چنل یوتیوب ما برایم پیام گذاشته بودن که برایشان راجع به ترانسفر انوینتوری صحبت کنم یا یک ویدیو بسازم. پس امروز میام روی ترانسفر انوینتوری صحبت میکنیم. خب ورژن کویک بوکس که ما اینستال کردیم، ورژن کویک بوکس انترپرایز سلوشن 2021 است، ترایل ورژن است و ای ورژن ما از سایت getintopc.com داونلود کرده میره. getintopc.com ای را داونلود کردیم. تا شما اگر خواسته باشین که روی کماندی ترانسفر انوینتری کار کن یا او را فعال بسازین، میشه که ازمی ورژن 2021 البته انترپرایز سلوشن ترایلش استفاده کنین، از سایت getintopc را داونلود کنین. یک چیز شما متوجه باشین که ترانسفر انوینتری، کماندی ترانسفر انوینتری که هسته، ای امرای ادوانس انوینتری کار میکنه. ما در مینوی ادیت برنامه کویک بوکس در بخش پریفرنسز، اگر شما بیاین اینیا که هسته آپشن های برنامه کویک بوکس است. در اینجا وقتی که شما بیاین برزو آیتم انوینتری را انتخاب کنین، در کمپنی پریفرنسز بیاین، در اینجا کماند است به نام ادوانس انوینتری سیتینگز. اگر در ورژن کویک بوکس که شما استفاده کنین میکنین این کماند کار نکنه، شما نمیتونین که ترانسفر انوینتری را استفاده کنین، به خاطر از اینکه ترانسفر انوینتری که است با استفاده اینمی کماند فعال میشه. پس اگر شما بخواین که ترانسفر انوینتری فعال شوه، این کماند باید در برنامه کویک بوکس شما کار کنه. اول ما میایم میره کنسل میکنیم، میایم در مینوی انوینتری، در اینجا که شما بیاین ببین در اینجا به نام ترانسفر انوینتری ما هیچ کماند نداریم، متوجه هستین؟ نیستم. پس به خاطر از اینکه ما بخواهیم که کماند ترانسفر انوینتری رو فعال کنیم، میایم در مینوی ادیت، بعد از او پرفرنسز میایم و بعد از او میایم در آیتم انوینتری و بعد از او در کمپنی پرفرنسز میایم و بعد از او روی کماند کماندی ادوانس انوینتری سیتینگز کلیک میکنیم. ایره که کلیک کردین، در اینجا ببینین یک آپشن است. ما زیاد آپشن ها داریم، ملتیپل انوینتری لوکیشن ما کار داریم. در اینجا سیریال سلس لات نمبر هم است، فیفو هم است، بارکود هم است، سایت اپریشن هم است. ما وارا کار نداریم، فقط میخوایم که ملتیپل انوینتری لوکیشن در برنامه کویک بوکس استفاده کنیم و به خاطر از باید ما شما ملتیپل انوینتری سایت انیبل کنیم. تا که شما ایره انیبل نکنین، ترانسفر انوینتری در برنامه کویک بوکس در مینوی انوینتری فعال نمیشه. ایره که کلیک کردین، بعد از اوکی کلیک کنین و بعد از اوکی کلیک کنین، تمام صفات که باز است بسته میشه، ویندوهایی که در برنامه کویک بوکس باز است بسته میشه. پس سری هوم پیج کلیک میکنم. حالا اگر ما بیایم در مینوی انوینتری، شما ببینید اینجا یک کماند به نام ترانسفر انوینتری امرای ما شما چی شده؟ فعال شده. پس قبل از اینکه شما بخواین که روی کماند ترانسفر انوینتری کار کنین، اول باید شما سایت های مختلف جور کنین. به طور مثال ما یک بزنس دارم، بزنس این که هست برانچ های مختلف داره، نمایندگی مختلف داره. یک نمایندگیش کابل است، یکیش مزار است، یکیش ننگرهار است. وقتی که ما از بیرون چیز را میخواییم که به کابل وارد کنم، پس بعضی اوقات میشه که از کابل همی چیز را که ما آردر دادیم برای ما رسیده، انوینتری هر چیزی که هست، اونا را ما با سایت های ولایتی خود روان کنیم، مثلا به مزار روان کنیم، مثلا به ننگرهار روان کنیم. پس قبل از اینکه ما سری ترانسفر انوینتری کار کنیم، باید ما شما بریم سایت های خود فعال کنیم. اگر گوداون باشه هم مشکل نداره، شما میتونید گوداون ها رو، گودام که میگیم ما، شما او رو لیستش جور کنیم. خوب است که ما بیایم سایت جور کنیم، سایت مزار، سایت کابل و سایت ننگرهار. به خاطر از چی میکنیم؟ میایم در مینوی لیست، در لیست که اومدیم، در اینجا ببینین یک کماند دیگه اضافه شد به نام انوینتری سایت لیست. وقتی که ملتیپل
Babashin advance inventory the QuickBooks shuma falna kun e command am kar namikuna. Misli command ichi transfer inventory. Wakt ki advance inventory the fall kad em fall mesha the muqabilish em fall mesha. Amra izu khuziyat command ray digam fall mesha. Khudu ta kes ma kar darim. Em fall mesha. Pas ta in jama mem the inventory site list ki bain shuma bi binin. Ma qabl as qabl sidana branch jur kadim. یک برانچ اس کے اس برانچ مرکزی ماس کے کابل برانچ استا دگیش کے اس مزار برانچ استا و دگیش ننگرہار برانچ استا اگر سپلنگ اشتباہ بشور خود تنجور کنن باز وقت کی شما کار میکردین خب سی سایت دارم مثلا به طور مثال ما خریداری میکنم کل اجناس میارم در برانچ مرکزی ما که در کابل است باز یگان وقت که ضرورت میشه از مو برانچ کابل که اس کی مرکزی اس انتقال میتیم به برانچ های ولایتی خود پس چی قسم جور بش رایت کلیک میکن در این قسمت نیو انتخاب میکن عزیز شما سایت جور میکن نام میتن با سایت دیگه معلوماتش هم نوشته میکن اگر معلومات دیگه ش نوشته نکنین هم مشکل جور نمیکنه ما سه دونه برانچ فقط هم تو خلاص نوشته کن دیگه دسکریپشن چیزی ندادیم نیاز نیست برزو خب برزو این کاره که کردین می ما دمینوی انوینتری ببخشین دمینوی لست باز میم دا ایتم لست دا ایتم لست که آمدین دا اینجا باید شما امو ایتم یا انوینتری ایتم یا انوینتری که شما خریداری میکن پس میفروشین دا بازار اگر او فارمیسی باشه و یا هم شما یک کمپیوتر اکسسریز میفروشین مثلا سکرین است کیبورد است به مو شکل بیتری است یا خود لپتاپ میفروشین تمام از امو آیتم ها رو شما در اینی آیتم لیست که از شما در اینجا در بخش انوینتری پارت میرسانی نیشه اینجا که آمدین رایت کلیک میکن نیو انتخاب میکن در اینجا ببینم رایم ایک کماند است به نام انوینتری پارت ایره که انتخاب کردین تمام معلومات زور شما از طریق قضی میرسانی نام ازو چیسته سب آیتم است مین آیتم است منفکچر پارت نمبر داره نداره یونیت آف میزرمنت داره نداره پرچیز انفورمیشن از چیسته سلس انفورمیشن چیز است چیستا بچن بعد شما تمام شده بچن میفروشین اینجا اکاونت کی وقتی که ما چیز رو میخریم اکاونت کی او با او لینک میشه به نام کاست اف گودز سولد خودش انتخاب میشه ده اینجا باید ما شما یک اکاونت انتخاب کنیم به نام سلز دیگه معلوماتش هم به مو شکل درج میکنیم اوکی میگیم ما فقط این چهار قلمه ده اینجا رساندیم و این چهار قلم چیستا انوینتری پارت است انوینتری پارت است میبینید شما اکاونت کی اینا با او لینک است سلز است سلز است قیمتایش هم دیگه مشخص است برای ما و ایرم ما درج کردیم بعد از او شما باید نامای ویندرهای رو خود برسانید که از کدام ویندر شما خریداری میکنید وقتی که وارد میکنید سعیسته به مشکل نامای کستومرهای خودم باید برسانید آلی چی کار میکنیم پروسی قانونی رو سرش تطبیق میکنیم به طور مثال ما بدون از اینکه مثلا ما آردر بتم سعیسته کریت پرچیز آردر کنم مستقیم مثلا ما میگم که آیتم ما رفتم در جای ایتم ریسیف کردم و بلش هم امرایش هست میخوند در برنامه کویک بوکس را برسانم آمدم ریسیف ایتم گفتم این انتر بل ایره که کلیک کردم ایره ما شما خواندیم اگر شما میگین که ای چی هست استاز راجع بازی برای ما معلومات بتین شما در چنل یوتیوب ما برین بنام محمد اسلام سیفزاده در یوتیوب سرچ کنین چنل ما باز میشه در اوجه که رفتین باز پلیلیست باز کنید در پلیلیست یک پلیلیست به نام کویک بوکس انترپرایز سلوشن 2020-21 اندری او رو شما ببینید مکمل آموزش برنامه کویک بوکس تا حد توانی که ما تانستیم جور کردیم او رو مطالعه کنید دیگه بازم اگر سوال دارید میشه که دمی ویدو در قسمت پایین از ویدو که از چنل یوتیوب ما ایره کومنت شما نظریت خود بگذارین همراه ما شریک کنین یا از طریق واتساپ با ما نظرتون شریک کنین سوالتون شریک کنین خب اینجا که آمدیم ما چی میکنم میگم بیادر ما از امی اکس وای ببخشین ما اکس زیت وای نوشته کردم ای باید نامش اکس وای زیت بر صورت نام ویندر است مهم نیست یک ویندر است به نام اکس زیت وای سیلز میگم از این ما خریداری کردیم یک جنس ریسیف کردیم چی بود که شما ریسیف کردین در اینجا مهم آیتم انتخاب میکنم میگم ما بیتری رو انتخاب کردم ایرم گرفتم میگم به مو شکل کیبورد هم گرفتم و به مو شکل ما سکرین هم گرفتم سعیسته لپتاپ هم انتخاب میکنم که قصهش یک دفعه خلاص شوه اینجا من گفتم لپتاپ هم ما چی کردیم ریسیف کردیم خب میرم در قسمت بالا کوانتیتیش نوشته میکنم میگم بیادر دادن عزیز ما ریسیف کردیم به مو شکل دادن عزیز ریسیف کردیم دادن عزیز ریسیف کردیم و دادنم عزیز ریسیف کردیم ما تقریبا
ده ده دانه چهار قلم است چهل قلم میشه و قیمتایش هم برای ما نشان میده که مکمل قیمتش چقدر است صحیح است ده دانش چقدر میشه 8000 و دیگایش هم به مو شکل کل قیمتایش برای ما نشان میده به هر صورت اینی کرنسی که ما در اینجا استفاده میکنیم کرنسی دلار است ما قیمتایش به افغانی رساندیم به خاطر از اینکه نخواستیم که سر از اون ما صحبت کنیم بریم مالتیپل کرنسی رو فعال کنیم هوم کرنسی را از دلار به افغانی تبدیل کنیم قصه زیاد است شما اگه بازم سوال دارین استاد که چطور مالتیپل کرنسی فعال میشه ویدیوهای دیگه ما که جور کردیم در یوتیوب است او را ببینین شما خب این کاری که کردیم بعد از تاریخ امروز خود اینجا میه که تاریخ امروز چند است مثلا فکر کنم که 22 است دیتی رو انتخاب کردم رفرنس نمبر هم بل نمبر شاگردار نوشته کنم مثلا من نوشته میکنم که آی این سی است سی آی این وی نمبر مثلا 0012 ایره نوشته کردیم مکمل اماونتش نقدر میشه بین تاریخ باید پیمنت ما بکنیم صحیح است از 2022 دیگه کدام تم سمرایزی وندر دارین چیزاش شما مشخص کنیم خب اگر شما ایره بخواین که در ایک سایت مشخص روان کنین از ایجه باید شما چی کنین ای کارا بکنین مثلا ما میرم خب ایره که ما خریداری کردیم ایره میخواین در کدام سایت روان کنین میگم که ایره ما روان میکنیم کلش در سایت کابل صحیح است؟ ایجا برای ما مسج میتنم میگه Do you want to use this site on all inventory item and this form میخوایی که اینمی سایت به تمام inventory که فعال انتخاب کردین تطبیق شد یعنی جدا جدا به هر کدام ایسی جدا جدا خود انتخاب میکنم میگم به کلش همیر انتخاب کنم اوکی کلیک کردم ببینین کابل برانچ کابل برانچ کابل برانچ به تمام آیتم هایی که ما ایجا انتخاب کردیم یعنی برای ما ریسیف کردیم میخوایم نامایش برسنم که این آیتم ما ریسیف کردیم به کل از ما انتخاب شد اگر باز جدا جدا میخواستیم مثلا یک قلم در یک سایت روان میکنین دیگه قلم در دیگه سایت روان میکنین باز میشه که سایت های مختلف انتخاب کنین اونجا نو انتخاب کنین بعد از فقط ما میگم سیو این کلوز سیو این کلوز که کلیک کردم ببینین بیاین در کجا بیاین در مینو اینوینتری بیاین در فیزیکل اینوینتری ورکشیت بیاین در ایچه ببینین امرای ما تقریبا ده قلم که هسته ده قلم که هسته امرای ما آیتم های مختلف اضافه شده که مثلا لاتیتیود بیتری است کیبورد است سکرین است و خود لپتاپ است سایست ده قلم امره ما است خب اگر خواسته باشین که سایت هم نشان بتیم که در کدام سایت است میشه که در کستومایز ریپورت بیم در شاید باشه که بس از سایت ما برش بگیم که سایت برای ما نشان بتیم اگر باشه خود اینجا میه اگر نباشه هیچ ببینیم که سایت است یا نیست لوکیشن خب ما خب پیدا نکردیم حتما که نیست در اینجا سایت فکر نکنم باشه اینجا بر صورت خود شما ببین شاید باشه خب بر صورت نیاز نیست اگر نبود خب هیچ مشکل نیست پرایس هست دیگه معلومات هست کلاس هست آیتم هست آیتم استیتس دیگه چیز هست خب بر صورت ببین شما ده اینجا داده قلم امرای ما هست اینالی اگر ما بخوایم که مثلا مکمل اینونتری ریپورت ببینیم inventory site list ما کلیک می اوخم سایت لیست برای ما نشان میده که چقدر سایت هست امره ما اینال اگر ما بخوایم که چی کنم بخوایم که امی inventory خودا انتقال بتم ما سایستا انتقال بتم از امی یک سایت به دیگه سایت انتقال بتم سایستا فیلن که است امی inventory که است کلش که است امره ما در سایت مرکزی که بنام کابل است در اونجا است درسته اگر شما میخواین که این انتقال بدین باز به خاطر انتقال اینونتری ما چیکار میکنیم میایم در اینجا امرای ما یک کماند است به نام ترانسفر اینونتری ترانسفر اینونتری را که کلیک کردین شما تاریخ می ترانزکشن انتخاب میکنین که به کدام تاریخ شما اینونتری را ترانسفر کردین میگیم به می تاریخ 22 صحیح است رفرنس نمبر 1 است خب ترانسفر اینونتری فرام یا ترانسفر فرام از کدام سایت میخواین شما می اینونتری را ترانسفر کنین ما میگیم از سایتی کابل میخوایم کابل که انتقال کردن به کدام سایت میخواین شما که اینونتری رو ترانسفر کنیم میگیم به مزار میخوایم ترانسفر کنیم خب چی رو میخواین ترانسفر کنین از اینجا میشه خودتون یک قلم انتخاب کنین از اینجا میشه که فاینانس سلکت آیتم اند کلیک کنین اون هم کل آیتم ها رو برای ما نشون میده درسته ما میگیم که بیادر ما کل از یار انتخاب میکنم از امیا میگم اد سلکت آیتم انتخاب کردم میگم از کل از یا که است که فعلا ببینید برای ما میگه کوانتیتی آن هند در کابل برانچ که است ده دانه داری صحیح است ده دانه همراه ما در کابل برانچ است میگم که از یا بیادر ما میخوام که دو دانه از ای دو دانه از ای و دو دانه از ای که است و به مشکل دو دانه از ای روان کنم در کجا در برانچ مزار بعد از او
سیف این نیو انتخاب میکنم. وقتی که سیف این نیو انتخاب کردم، دمیمو اگر چیزی نوشته میکنم، نوشته که غیر از اون نیاز نیست، سیف این نیو که کلیک کردم، انال شما ببینین، وقتی که ما مثلا به طور مثال ما بخوایم که دیگه اینوینتری رو ترانسفر کنم از کابل برانچ سایستا با کدام برانچ، میگم به این دفعه به ننگرهار میخوام که ترانسفر کنم، کدام آیتم ها رو ترانسفر میکنم، میگم سلیکت آل انتخاب کردیم، ایکوال از زیر انتخاب کردم، بعد از او اد سلیکت آیتم گفتم. این حال ببینیم برای ما میگه که کوانتیتی آن هند که از دا کابل برانچ همراه تو چقدر است؟ 8 تا است. میگم از یا که از 4 چادنه را ما باز میخوام که انتقال بتم به برانچ ننگرهار، ما به خاطر از اینکه اونجا فروشات زیاد داشتیم، ما فروشات زیاد داریم. بعد از سیو این نیو کلیک میکنم. این حال باز اگر ما برم چی کنیم، برانچ انتخاب کنم، مثلا کابل برانچ و تمام آیتم ها را اینجا سلیکت کنم، میگم که اینیم تمام آیتم ها را برای ما سلیکت کنم. باز برای ما میگه که در کابل برانچ که از تو تقریبا 4 دانه از می کل آیتم ها داری. اگر بجای ازی مثلا ما مزار برانچ انتخاب کنم، مزار برانچ برای ما میگه که در 2 دانه در اینجا داری. اگر بگیم که ننگرهار برانچ، برای ما میگه که 4 دانه شما از اینجا در این برانچ ها دارین. پس به این شکل ما میتونیم که اینوینتری را از یک سایت به دیگه سایت ترانسفر کنیم. حالا اگر ما بیایم در اینوینتری بیایم در فیزیکلی اینوینتری ورکشیت کلیک کنیم، شما ببین برای ما امو اینوینتری را مکمل برای ما در اینجا نشان میده. اگر میخواستین که دیگه معلوماتش ببین سر از مو این کوانتیتی آن هند سر از کلیک کنیم، مکمل برای ما میگه که بیادر از اینوینتری که هستن، اول ما تقریبا دادنه گرفتیم، سیستم دادنه گرفتیم، باز از این اینوینتری یک ترانزکشن ترانسفر اینوینتری انجام داریم، تقریبا 2 دانه زیرش چی کردیم، ما ترانسفر کردیم، سیستم نمبر چیزایش هم برای ما نشان میده. با مو شکل باز برای ما میگه که 2 دانه دیگه که هسته ترانسفر شده، خود 2 دانه از این کم شده، باز 4 دانه ترانسفر شده، سیستم با مو شکل مکمل معلومات برای ما میده. و شاید در اینجا سایت بیایه، ما چک نکردیم، خب بخاطر از اینکه میخوام که امتحانی ببینیم که سایت در اینجا هست یا نیست، که برای ما معلوم شوه که اینوینتری ما فعلا در کدام سایت هست در کدام سایت نیست. از کماند قبلی خود اونجا نشان میده، خب ما خواستم که در اینجا ببینیم که در اینجا ما هست یا نیست، با شک ببینیم، اگر بود خوب، اگر نبود هیچ کدام مشکل نداره. فکر کنم که در اینجا امرای ما نیسته، بر صورت که انسل میکنیم. پس شما به مشکل میتونین که مکمل اینوینتری تا شما از یک سایت به دیگه سایت ترانسفر کنین. اگر باز میخواستین که شما چی کنین، مکمل ریپورت اینوینتری ببین، دیگه ببین، بیاین شما امرای ما مکمل اینوینتری هست، مثلا کوانتیتی آن هند بای سایت، اگر بخواین ببینین که ما در کدام سایت چقدر کوانتیتی آن هند داریم نفروختیم، مورا کلیک کنین دیجا برتن، ان شاء الله که ازو کده دختر راپور میده، اینا کلیک کنین دینجا ببین. برای ما میگه که بهتر شما فعلا 3 برانچ دارین، یک کابل برانچ است، یک مزار برانچ است، یک ننگرهار. از این تمام اینوینتری یا آیتم هایی که شما در آیتم لیست دارین، 4 دانش در کابل برانچ است، 2 دانش در مزار هستن، 4 دانش که است دیجا توتال کوانتیتی آن هند کی پیش شما است، اینقدر است. وقتی که شما اینو بفروشین، باز هم از اون برانچ کم میشه و هم از اون توتال کوانتیتی کم میشه. به طور مثال آمدم در کستومر، در کستومر ما میخوام به یک مشتری انوایس شروع کنم، سیستا کریت انوایس گفتم، میگم یک مشتری سمرای ما بنام پاورلینگ، برزومه چی کردم، آیتم کود امی کل آیتم ها را انتخاب کردم، میگم که از زمین ها به طور مثال یک دانش ما فروختم، یک نفر آمد از امی کمپنی گفت که از یه ما میخریم، سیستا عزیز مشخص شما میتونید که انتخاب کن از کدام سایت ایر شما برای سر ازی میفروشین، یعنی وایس جور میکنین، یعنی از کدام سایت ایر فروختین سر ازی. میگم کابل، با کلی از یا میخوین که یک سایت تطبیق شو، میگم یس، با کلشان تطبیق شد. کوانتیتی چقدر است، میگم یک 2 دانه، به طور مثال 2 دانه را از یا کل شما چی کردم فروختم، 2 دانه را انتخاب کردم. بعد از دیگه معلوماتش خونه است، میفهمی شما که چه قسم فیلم میشه، فقط سیو این کلوز کلیک میکنم، اسپلینگ چک اگنور میکنم، باز اگنور میگم. انال شما ببین ریپورت، اگر ما اپدیت کلیک کنم در اینجا ببینین، از اینجا امرای ما در کابل برانچ 2 دانه کم شده و در توتال کوانتیتی آن هندم که هست امرای ما فعلا 8 دانه شده، سابق 10 دانه بود. پس به این شکل شما میتونید که رپورت تنه از اینجا دقیق تر ببینید نسبت به مینوی اینوینتری که هستن. در اینجا بیاین در بخش اینوینتری کوانتیتی آن هند بای سایت اگر کلیک کنین، بسیار خوب دقیق برتون نشان میده
saista agami khoin ke status e inventory stock up bin albat basa se site saista boz in je bengira click konin barton shome ta ki bedar dai ja amra mo che qadar felan wujud dara saista in the kabul branch ke asta on hand mo che qadar darim juz dana darim mukammal che qadar ast 8 dana asta sais available am felan amra mo che qadar ast in qadar asta diga malumat sham shayad dai taraf diga chizo am ziyad basha saista wa diga ba mushakal dak mazar branch inventory che qadar asta da ننگرهار برانچ خاص کل معلومات ما از این قسمت گرفته میتونیم و توتال انوینتری هم برای ما نشان میده که توتال انوینتری ما چقدر میشه هم از مثلا هم از کابل برانچ هم مزار هم از ننگرهار به مو شکل دیگه معلومات شکلش از همیجه ما گرفته میتونیم پس به این شکل شما میتونین که کماندی ترانسفر انوینتری دا دا برنامه کویک بوکس شما فعال کن اگر دا پروگرامی که شما انستال کردین یا از موسایتی که شما دانلود کردین کار نمیکرد امی ترانسفر انوینتری ادوانس انوینتری کار نمیکرد میشه که شما نظرتان دا می پایین از می ویدو دا یوتیوب چنل ما که بگذارین که باز بس از او برتن یک ویدیو دیگه جور کنم که چه قسم شما میتونین که او را اکتیویت کنین اگر کار نمیکرد این بود درس امروزی ما